عدالت حکم میکند که نابرابری ها میان مناطق از میان برود و توسعه به جای آن که رو به مرکز باشد، رو به مرزها باشد. بازخوانی ایده ایران در این روزگاران افزون بر توسعه ارتباطات درون تمدنی بر پایه راه ابریشم دریایی است. در پیشگاه عدالت تمام آحاد ملت ایران فارغ از هر کیش و آیین و فارغ از هر قوم و دسته‌ای برابرند. ملت ایران فراتر از اقوام است و اقوامی که در این سرزمین زندگی می‌کنند همه ایرانی و برابرند. باید این تمرکز متسلب در آموزش شکسته شود و حق انتخاب به معلمان و دانش آموزان در سراسر ایران اعطا شود. رئیس جمهور خود باید راهبر حوزه آموزش از پیش دبستانی تا آموزش عالی و بازآموزی تمام کارگرانی که به سبب فناوری‌های نوین شغل خود را از دست می‌دهند باشد و من به عنوان یک معلم راهبری آموزش و راهبری توسعه فرهنگی را در صورت پیروزی بر عهده خواهم گرفت. بیگمان هر کس که به جنگ با فساد و این باندها برود هزاران تیر و تهمت و رو فرود می آید و با هزاران تله و مانع مواجه می شود. دیگر سیاستمدار ملی باید با تمام این مخاطرات بجنگد. من می آیم تا با اتکای نیروی ملت روبروی باندها و شبکه های فساد بایستم و با خلق ظرفیت های جدید در درون و بیرون ایران افزایش اعتبار اقتصادی ایران را سبب شدم. می آیم تا با توسعه فناوری های نوین و اکوسیستم نوآوری ارتقای رقابت اقتصادی در تمام حوزه های صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، صنایع خلاقه فرهنگی و خدمات، رفع تبعیض در دسترسی به اعتبارات و اطلاعات، باز تعریف نظام یارانه ها و سهولت کسب و کار ظرفیت اشتغال را افزایش دهم و از فقر بکاهم. یا نظامی برای انجام مأموریت های خاص مطابق قانون تأسیس شدند و ورودشان به حوزه کسب و کار هم فراقانونی است و هم مخل رقابت منصفانه با بنگاه های خصوصی و تعاونی است. لیکن شوربختانه بخش اعظمی از دارایی های بازار بورس اوراق بهادار متعلق به همین نهاد هاست. بیهوده نیست که برای 10 سال متوالی نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران منفی 6.8% بوده است. این تمرکز و تجمیع پیشگفته است که موجب شکل‌گیری پدیده چند دولتی شده و در حاشیه آن گروه های شکل گرفتند که منافعشان در ادامه وضعیت موجود است. تورم استخوان‌سوز موجب افزایش ارزش دارایی‌های آنها می‌شود. لذا هیچگاه اصلاح سیاست پولی و حل و فصل پول‌های سمی در بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری، تعیین تکلیف بدهی دولت و اصلاح نظام بودجه و مالیات به طور جدی و غیر قابل بازگشت در دستور کار قرار نمی‌گیرد. افزایش نرخ ارز ثروت آنها را فزونی می‌بخشد. نپیوستن به FATF و ایجاد محدودیت بر تجارت موجب افزایش قدرت کنترل آنان بر کل تجارت ایران، زیرزمینی شدن تجارت و مبادله مالی و وابسته ساختن فعالان اقتصادی به آنان می‌گردد. از این رو می‌آیم تا این بساط را برچینم. در سال 1384 بدین سو دولت مرجعیت خود در سیاست گذاری و حکم روایی بر اقتصاد، اجتماع، سیاست، فرهنگ و امنیت را از دست داده است. بنابراین نخستین سیاست باید بازگرداندن مرجعیت دولت به صحنه حکم روایی ملی باشد. بزرگترین مانع شکل‌گیری دولت ملی تجمیع قدرت اقتصادی، سیاسی و گاهی نظامی در نهادهای عمومی غیر دولتی و تشکل‌ها و نیروهای پشت آنهاست. جامعه مدنی، توسعه نهادهای مردم نهاد، فعالیت‌های سیاسی و حزبی و یا حرفه‌ای و صنفی و همچنین سندیکاهای کارگری
همه در سایه عدالت، آزادی و رقابت قابل دستیابی هستند. در ایده ایرانی که من به آن باور دارم، ایران چهارراه جهان و ستون فقرات راه ابریشم است. بنابراین برترین مأموریت ما در جهان بازنگاه داشتن این چهارراه و حفظ امنیت و روانی حرکت در این راه است. بر این باورم که اسرائیل بر همزننده امنیت و نظم این منطقه است. بنابراین به جای متشتت ساختن توجهمان به جهت‌های مختلف، باید از هر گونه رقابت درون منطقه‌ای دست برداریم و تنها با این رژیم نجات پرست دست و پنجه نرم کنیم و صلح پایدار منطقه‌ای را برقرار سازیم. من عباس آخوندی، شهروند ایران، دانش آموخته دانشکده فنی دانشگاه تهران و همچنین فارغ التحصیل دانشگاه لندن، با تجربه های آموخته از عضویت در اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی و مسئولیت ستاد بازسازی پشتیبانی جنگ، معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزیر مسکن و شهرسازی، قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر راه و شهرسازی و اینک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، آنچه در بالا گفتم را به منزله قرارداد اجتماعی میان خود و ملت تعهد می کنم. تا چنانچه مورد استقبال ملت قرار گرفت، امانت ایشان را با قوت برگیرم و خداوند را بر عهد بر این عهد گواه و ملت را داور قرار دهم. به سوی یک ملت یک دولت. 25 اردیبهشت 1400. خیلی متشکرم.